سوال شروع کنم. کدوماتون اینجا فکر میکنید که آدمای خوش شانسی هستید؟ کیا فکر میکنن که خیلی سخت کوشن؟ اوکی. آقای گای کاواساکی از اپل معتقده که یک ایده خوب رو 10% سخت کوشی و 90% شانس تشکیل میده. نظر من هم به نظر ایشون نزدیکه، ولی براتون توضیح میدم چطور. قبل از اینکه بخوام داستان خودم رو براتون توضیح بدم، میخوام بگم که در مورد راه‌های موفقیت آدمای زیادی صحبت کردن. به نظر من راه مهم نیست، در و لامپ مهمه. توی داستانی که میخوام بگم از در و لامپ به صورت استعاره استفاده میکنم، دو تا کانسپت رو تعریف میکنم براتون و از این به بعد ریفر میکنم به همین کانسپت ها. در به عنوان یک چیزی که موقعیت رو برای ما عوض میکنه، ما پا میذاریم توی یک کانتکس جدیدی، توی بستر جدیدی و آپشن هایی برای ما باز میشه. ممکنه اجباری باشه و ممکنه هم از اختیاری باشه. و اما لامپ به عنوان چیزی که روشن میشه و ما موقعیت رو میبینیم، یعنی موقعیت رو برای ما روشن میکنه و ما به یک آگاهی میرسیم. و اما همه ما یه سری داشته داریم. داشته های ما صرفا دارایی مالی نیستن، میتونن خیلی چیزا باشن. مثلا میتونن توانایی هامون باشن، میتونن خانواده همون باشه، جبر جغرافیا باشه، میتونه دغدغه هامون باشه و یا سرگرمی هایی که داریم. ما با این داشته هامون بیریم توی فضای این شکلی که میبینید هیچی توش نیست و یه فضای نامعلوم و دارای عدم قطعیته. اتفاقی که میفته اینه که اگر ما از داشته هامون استفاده کنیم، میتونیم فضا رو روشن کنیم و در و لامپ رو ببینیم، یعنی موقعیتمون رو تبدیل کنیم به یک فرصت. من میخوام اتفاقی که برای خودم به صورت شخصی افتاده در داستان کومودا که یک سوشال پلتفرمه توضیح بدم و اینا رو به صورت ملموس براتون ذکر کنم. همه چیز از یک اسمس شروع شد. بین همه ی اسمس هایی که روزانه برای ما میاد، بعضی هاشون راجع به تبلیغ برنج 50% آفه و یک سری بانک ها با من تولدمون رو تبریک میگن و هزار تا اسمس بالک میگیریم، من هم یک اسمس گرفتم که دعوت به یک رویداد بود. خب داشته من اینجا کنجکاویم بود. من با کنجکاویم رفتم ببینم این رویداد چیه و توی این رویداد شرکت کردم. این منم، یادشون رفته پامو بکشن. توی این رویداد اتفاقی که افتاد این بود که خیلی اجباری همین جوری همین مدلی که نشستیم ماها تیم بندی کردن و گفتن مثلا این ردیف بشن یه تیم. اونجا من اختیاری نداشتم و متوجه شدم که یک درایی وجود دارن که مجبوری بازشون کنی و هیچ آپشن دیگه ای نیست. و تیم ما یک ایده داشتیم که این ایده رو پریزنت کردیم و باختیم. این ایده شکست خورد و ما میخواستیم، خیلی هم میخواستیم ولی نمیشد. اولین لامپ اینجا سوخت، اما از اونجایی که نمیخواستیم بازنده باشیم ادامه دادیم. من از دوستانم شنیدم که یک دوره پیشتابدهی داره شیراز در پارک علم و فناوری برگزار میشه و باز هم از نتورک و کانکشن هایی که داشتم متوجه شدم یه سری داشته دارم و اون دوستانم هستن که میتونم ازشون یه سری اطلاعات بگیرم. من توی این دوره شرکت کردم و با دو نفر آشنا شدم، فرهاد از تسکولو و حمید از اپلیکیشن نوار، که به نظرم رسید که اینا به من یک ویژن دادن و یک چشمنداز دادن. من متوجه شدم که احتمالاً شبیه چه آدمایی میشم و این راه به کجا میرسه. اینجا تیم خودم رو ساختم با اختیارات خودم، با پیام پروانه که همینجا هم هستن. هسته اصلی کومودار رو تشکیل دادیم و یاد گرفتم که برای خلق یک ایده بزرگ فقط داشته های خودم کافی نیست، میتونم از داشته های دیگران هم استفاده کنم به صورت تیمی. و اما یک لامپ دیگه سوخت. چی شد؟ من کار قبلیم رو
استعفا دادم و اینجا هم بیکار بودم هم بی پول شده بودم و دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. کومودا لانچ شده بود و یه تعداد یوزر داشت اما قفل شده بود، بزرگ نمیشد، اسکیل نمیکرد و ما توی مردابی گیر کرده بودیم. اینجا بود که من با تمام این دغدغه ها شنیدم که میثم از پادکست ده صبح که به صورت آنلاین گوش میکردم به عنوان منتور اومده شیراز و الان با یک کاروانی از بچه های تهران اومده به اکوسیستم کارآفرینی شیراز سر بزنه و دانشگاه شیرازه و الان داره توی حافظیه تفریح میکنه. شال و کلاه کردم، سری خودم رسوندم به حافظیه، سفره دلم باز کردم، گفتم که این اتفاقات افتاده، من دنبال سرمایه‌گذار دارم میگردم و باید چی کار کنم. داشتم همینجوری صحبت میکردم دیدم که اون دست خیابون اتوبوس آدم اینجوری چسبیدن به شیشه و منتظرن که حرفای من تمام بشه و داد میزدن که بابا اگر مذاکرات ظریفم بود تا الان تمام شده بود، شما دارید چی کار میکنید. میثم برای من توضیح داد که میتونی کدوم سرمایه گذار بیشتر به دی ان ای تو میخوره و کی میتونه بهت کمک بکنه. باز هم خیلی شانسی و اتفاقی ایمان اومد شیراز، ایمان عقیلیان، و من پرزنت کردم کومودا رو براش و یاد گرفتم که باید همیشه آماده باشم و یه سری آمادگی داشته باشم که بتونم ایدم رو بیان کنم. ایمان هم به کومودا ایمان آورد و اینجا بود که ما اولین راند سرمایه گذاریمون رو گرفتیم. اتفاقی افتاد چی بود؟ یک در باز شد، اما نه فقط برای من، یک در با یه موج تأثیری باز شد و این در باز موند. ما متوجه شدیم که افرادی که سرمایه‌دار هستن، افراد میتونن به افرادی که صاحب فکر هستن ولی در پایتخت نیستن هم اعتماد کنن. برای اولین بار توی سبد سرمایه گذاری روی یک دختری که فاندر بود سرمایه گذاری شد و ما تونستیم تمرکز زدایی کنیم از پایتخت. خب توی این مسیر، توی این مارپیچ که البته براتون بگم این یک شبه اتفاق نیفتاد، این مارپیچی که میبینید از روزی که اسمسش دریافت شد تا این پایین که یک در باز شده 2 سال طول کشیده و از اولین دری که باز شده تا این لحظه که من اینجا هستم 1 سال گذشته و یک ماجراجویی 3 ساله بوده. توی این مسیر یک سری داشته‌های دیگه هم به ما اضافه میشه. دقیقا مثل این بازی‌ها هست که همجوری که میریم میتونیم امتیازاتمون رو تبدیل کنیم، جون بخریم، سکه بخریم و یه سری ابزار بخریم. همین اتفاق هم افتاد. شما میتونید EQ‌تون رو بالا ببرید، کانکشن‌های بیشتری رو پیدا کنید، نتورک قوی‌تری بسازید، میتونید فرصت سازی یاد بگیرید، میتونید آنالیز کنید، دانشتون رو بالا ببرید، تحلیلگر بشید و اینکه تجربه جدیدی رو داشته باشید. حالا وقتی در باز میشه اینجوری نیستش که پا بذارید توی بهش، تموم نمیشه، همینجا تموم نمیشه. این اتفاق مثل یه لوپ میمونه و هزاران بار دیگه شما باید اینو تکرار کنید. باید هزاران در رو پیدا کنید، لامپای زیادی رو روشن کنید و ممکنه حتی مثل بازی مارپله یه جای مار نیشتون بزنه و کاملا برگردین همون جایی، صحنه اولی که بودید، همون خونه اولی که بودید. برای این مسیر هیچ فرمول خاصی وجود نداره، اما یک فرمولی که من خودم لمسش کردم و توی ترمینولوژی بورس هم استفاده میشه تعادل و نسبت ریوارد به ریسک هست. به این منظور که شما هرچی مثل یه الا کلنگ میمونه که هرچی که شما بیشتر ریسک کنید و سنگین‌تر ریسک کنید جایزه و پاداشی که میگیرید بیشتر میشه. این مسیرهای مختلفی هست که شما میتونید از یک ایده اولیه به اهدافتون برسید. همونجوری که میبینید مدلای مختلفی داره و با تشکر از تکنولوژی توی این دور زمونه و قرن 21 میتونید ایده های مختلفی رو تست بزنید، چراغای بیشتری رو روشن کنید، سریعتر یه چیزهای رو یاد بگیرید و حتی لازم نیستش که ما بریم دانشگاه کنکور بدیم دانشی رو یاد بگیریم. میتونیم از کورس‌های آنلاین استفاده کنیم. به خاطر همه شبکه‌های اجتماعی که وجود داره میتونیم به افراد زیادی دسترسی داشته باشیم و این مسیر برای ما خیلی تر اتفاق میفته، مسیر جذاب‌تری میشه.
درباره نظریه در در دنیا دو نفر هستن که بهش معتقدن، یکیش خودم، یکیش فامیل دور. برمیگردیم به سوال اولم که کیا فکر میکردن خوششانسن، کیا سخت گوشن. میخواستم بهتون بگم که این یک قیاس معالفارقی هست و هرچی شما بیشتر تلاش کنید موقعیت‌های بیشتری رو تبدیل میکنید به فرصت و اینکه خوششانس دارید. ممنونم از توجهتون.